اگه اینجا هم بخوایم یه شمای کلی از دوره داشته باشیم، با variable assignment یا تعیین متغیر شروع میکنیم، بعدش کد کامنت و habits رو داریم که یه سری عادت های نوشتاری داشته باشیم، بعدش توابع یا فانکشن ها رو داریم، شیها و انواعشون، objects and types، ماژول اور پکیجز. حالا با این علائم هم آشنا بشیم کم کم. این علامت اور هست و به کتابخونه ها هم ماژول میگن هم پکیج. بعدش اعداد رو داریم، متغیر متنی و کار کردن با اونا، و بعدش گزارهای منطقی، و سعی میکنیم آخرش از کل مفاهیمی که توی این بخش گفته میشه استفاده کنیم و یه ماشین حساب مهندسی بنویسیم، یه ماشین حساب که کارکردش بیشتر از عملگرهای اصلی ریاضی باشه. بریم سراغ تعیین متغیر یا variable assignment. خب پایتونمون رو نصب کردیم. اینجا ما اگه IDLE رو سرچ کنیم، این IDLE میاد. چون قرار زیاد از این پوست استفاده کنیم، ما میام اینو پینش میکنیم به نوار ابزارمون. نادت شخصی منی که میارمش سوم، برای اینکه بعدا از شورتکی ها استفاده میکنم. مثلا من اگه بخوام سرچ کنم، یه ترکیبی ویندوز 1 رو میزنم که برای من کروم باز بشه و برم سراغ سرچ کردن. و ما داریم پایتون 3 کار میکنیم. حالا طبق عادت من میذارمش سومین ابزاری که اینجا دارم و کلید ویندوز 3 رو که بزنم این پوسته برای من باز میشه. الان اینو میبندم و ویندوز 3 رو میزنم که پوسته پایتون بیاد بالا. این سه تا علامت و چشمک زن بودن این خط نشونگر اینه که الان پوسته منتظره که ما بهش فرمان بدیم و اجرا کنه. قرار بود که ما انتصاب متغیر رو بررسی کنیم. ما یه اسم میتونیم تعریف کنیم و اینو اساینش کنیم به یه چیزی. الان x رو داریم. x رو مساوی 1 قرار دادیم. اگه من الان x رو صدا بزنم، 1 برای من برمیگرده. اگه خاطرتون باشه راجع به ارورها صحبت شد. من اگه چیزی که تعریف نکردم رو صدا بزنم، باید یه خطا بهم بده که نیم ارور هست. یعنی اون اسمو میگه من نمیشناسم. الان من پارامتری به اسم y تعریف نکردم. وای رو صدا میزنم و میگه که وای is not defined. وای تعریف نشده. بس variable assignment همینه و فقط این که محدود به عدد نیست. ما میتونیم یه تکست تعریف کنیم و یه رشته متنی بهش اساین کنیم. مثلا اسمشو بذاریم مکتب. بعد میگیم تکستمون چیه؟ میگه مکتبه. با این قسمت خیلی کار نداریم، ولی برای که درک شهودی تری داشته باشید از اینکه چه اتفاقی داره میفته، یه تابع به اسم آیدی هست که ما اگه توی آیدی اون وریبلی که تعریف کردیم و بذاریم، یه عدد به ما میده. این عدده ارجاع به فضایی هست که این آبجکت توی حافظه داره و هر کدوم از این آبجکت ها یه جای توی حافظه دارن زندگیشون رو میکنن، با یه عدد منحصر به فرد شناخته میشن. مثلا ما آیدی ایکس رو بگیریم، یه عدد دیگه هست. آیدی وای چطور؟ وای تعریف نشده بود. اگه بیام بگم وایمون همون ایکس هست، بعد آیدی وای رو بخوام، ببینید آیدی همون عددی رو به ما داره میده که برای ایکس به ما میداد. ما دوتا اسم رو داریم ارجاع میدیم به یه فضای مشترک توی حافظه. وارد جزئیاتش نمیشیم، فقط برای اینی که بدونیم این شیها یه جایی تو کامپیوتر دارن زندگیشون رو میکنن و یه ردی هم دارن. چیز کاملا غیر ملموسی نیست، فقط شکل فیزیکی نداره و بعد از این مدت برنامه نویسی کردن، این منطق کار و شیهایی که تعریف میکنیم برامون قابل فهمتر میشه.